انجیل مقدس یا عهد جدید خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح که از زبان یونانی ترجمه شده است. ترجمه شریف. از مدت‌ها قبل احساس می‌شد که ترجمه جدیدی از انجیل مقدس به زبان فارسی مورد نیاز می‌باشد. زیرا ترجمه‌ای که فعلاً مورد استفاده قرار دارد، ترجمه قدیم در حدود یک قرن قبل انجام شده و شکی نیست که در این مدت در زبان فارسی تغییرات زیادی به عمل آمده است. ترجمه حاضر، ترجمه شریف، تحت نظارت انجمن کتاب مقدس انجام شده و برای انجام آن عده‌ای از صاحب نظران همکاری فرموده و از معتبرترین متون اصلی یونانی استفاده کردند. هدف از این ترجمه این است که پیام شیرین و نجات بخش انجیل به طرز جدید و روشنتری به علاقمندان برسد و همه بتوانند از برکات آسمانیان بهره‌مند گردند. برای ترجمه عهد عتیق به فارسی جدید نیز طرح‌هایی وجود دارد و با کمک خداوند ظرف چند سال آینده عملی خواهد گردید. دعای ما این است که این ترجمه منشأ برکات و ثمرات مفید برای کلیه شنوندگان باشد. انجیل لوقا فصل اول. تقدیم به عالی جناب تئوفیلوس. تا به حال نویسندگان بسیاری به نوشتن شرح وقایعی که در بین ما رخ داده است اقدام کردند. آنچرا که به وسیله شاهدان عینی اولیه و ماموران آن پیام به ما رسیده است به قلم آوردند. من نیز به نوبه خود به عنوان کسی که جریان کامل این وقایع را جز به جز مطالعه و بررسی کرده است صلاح دیدم که این پیشامدها را به ترتیب تاریخ وقوع برای تو بنویسم تا به حقیقت همه مطالبی که از آن اطلاع یافته‌ای پی ببری. در زمان سلطنت هیرودیس پادشاه یهودیه، کاهنی به نام زکریا از افراد گروه ابیا زندگی می‌کرد. همسر او نیز از خاندان هارون بود و الیزابت نام داشت. این دو نفر در نظر خدا درست کار بودند و بدون قصور کلیه احکام و دستورات خداوند را رعایت می کردند. اما فرزندی نداشتند، زیرا الیزابت نازا بود و هر دو سال خورده بودند. چون نوبت خدمت روزانه در معبد بزرگ به گروه زکریا رسید، او به عنوان کاهن مشغول انجام وظایف خود شد. بر طبق رسوم کاهنان، قرعه به نام او اصابت کرد که به اندرون مقدس معبد وارد شود و بخور بسوزاند. در وقت سوزاندن بخور، تمام جماعت در بیرون ایستاده و دست به دعا برداشته بودند. در آنجا فرشته خداوند به او ظاهر شد و در سمت راست چهارپایه بخور ایستاد. زکریا از دیدن این منظره تکانی خورد و ترسید. اما فرشته به او گفت: ای زکریا، نترس، دعاهای تو مستجاب شد و همسرت الیزابت برای تو پسری خواهد زایید و او را یحیی خواهی نامید. شادی و سرور نصیب تو خواهد بود و بسیاری از تولد او شادمان خواهند شد، زیرا او در نظر خداوند بزرگ خواهد بود و هرگز به شراب و باده لب نخواهد زد. از همان ابتدای تولد از روح القدس پر خواهد بود و بسیاری از بنی اسرائیل را به سوی خداوند خدای آنان باز خواهد گردانید. با روح و قدرت الیاس مانند پیشاهنگی در حضور خدا قدم خواهد زد تا پدران و فرزندان را آشتی دهد و سرکشان را به راه نیکان آورد و مردمانی مستعد برای خداوند
آماده سازد. زکریا به فرشته گفت: چطور می توانم این را باور کنم؟ من پیر هستم و زنم نیز سال خورده است. فرشته به او پاسخ داد: من جبرائیل هستم که در حضور خدا میستم و فرستاده شدم که با تو صحبت کنم و این مژده را به تو برسانم. پس توجه کن، تو تا هنگام وقوع این امور لال خواهی شد و نیروی تکلم را از دست خواهی داد، زیرا سخنان مرا که در وقت مقرر به حقیقت خواهد پیوست باور نکردی. جماعتی که منتظر زکریا بودند از اینکه او آن همه در اندرون مقدس معبد مان متعجب گشتند. وقتی بیرون آمد و یارای سخن گفتن نداشت، آنان فهمیدند که در اندرون مقدس معبد رویایی دیده است و چون نمی توانست حرف بزند ایما و اشاره می کرد. زکریا وقتی که دوره خدمت کاهنی خود را به انجام رسانید به خانه بازگشت. بعد از آن همسرش الیزابت حامل شد و مدت 5 ماه در انزوا به سر برد و با خود می گفت: این کار را خداوند برای من کرده است و با این لطف خود رسوایی مرا پیش مردم از میان برداشته است. در ماه ششم جبرائیل فرشته از جانب خدا به شهری به نام ناصره که در استان جلیل واقع است، به نزد دختری که در عقد مردی به نام یوسف از خاندان داوود بود فرستاده شد. نام این دختر مریم بود. فرشته وارد شد و به او گفت: سلام ای کسی که مورد لطف هستی، خداوند با تو است. اما مریم از آن چه فرشته گفت بسیار مضطرب شد و ندانست که معنی این سلام چیست. فرشته به او گفت: ای مریم نترس، زیرا خداوند به تو لطف فرموده است. تو آبستن خواهی شد و پسری خواهی زایید و نام او را عیسی خواهی گذارد. او بزرگ خواهد بود و به پسر خدای متعال ملقب خواهد شد. خداوند خدا تخت پادشاهی جدش داوود را به او عطا خواهد فرمود. او تا به ابد بر خاندان یعقوب فرمان روایی خواهد کرد و پادشاهی او هرگز پایانی نخواهد داشت. مریم به فرشته گفت: این چگونه ممکن است؟ من با هیچ مردی رابطه نداشتم. فرشته به او پاسخ داد: روح القدس بر تو خواهد آمد و قدرت خدای متعال بر تو سایه خواهد افکن و به این سبب آن نوزاد مقدس پسر خدا نامیده خواهد شد. بدان که خیشاوند تو الیزابت در سن پیری پسری در رحم دارد و آن کسی که نازا به حساب می آمد اکنون 6 ماه از حاملگی او می گذرد. زیرا برای خدا هیچ چیز محال نیست. مریم گفت: باشد، من کنیز خداوند هستم، همانطور که تو گفتی بشود. و فرشته از پیش او رفت. در آن روزها مریم عازم سفر شد و با شتاب به شهری واقع در کوهستان یهودیه رفت. او به خانه زکریا وارد شد و به الیزابت سلام کرد. وقتی الیزابت سلام مریم را شنید، بچه در رحمش تکان خورد. الیزابت از روح القدس پر شد و با صدای بلند گفت: تو در بین زنان متبارک هستی و مبارک است ثمره رحم تو. من کی هستم که مادر خداوندم به دیدنم بیاید؟ همین که سلام تو به گوش من رسید، بچه از شادی در رحم من تکان خورد. خوشا به حال آن زنی که باور می کند، زیرا وعده خداوند برای او به انجام خواهد رسید. مریم گفت: جان من خداوند را می ستاید و روح من در نجات دهنده من خدا شادی می کند، چون او به کنیز ناچیز خود نظر لطف داشته است. از این پس همه نسل ها مرا خوشبخت خواهند خواند، زیرا آن قادر مطلق
کارهای بزرگی را برای من کرده است. نام او مقدس است. رحمت او پشت در پشت برای کسانی است که از او می ترسند. دست خداوند با قدرت کار کرده است. متکبران را با خیالات دلشان تار و مار کرده و زورمندان را از تختهایشان به زیر افکنده و فروتنان را سربلند کرده است. گرسنگان را با چیزهای نیکو سیر نموده و ثروتمندان را تهی دست روانه کرده است. به خاطر محبت پایدار خود از بنده خود اسرائیل حمایت کرده است. همانطور که به اجداد ما یعنی به ابراهیم و به اولاد او تا به ابد وعده داد. مریم در حدود 3 ماه پیش الیزابت مان و بعد به منزل خود بازگشت. وقت زایمان الیزابت فرا رسید و پسری به دنیا آورد. وقتی همسایگان و خیشاوندان او با خبر شدند که خداوند چه لطف بزرگی در حق او کرده است، مانند او شاد و خوشحال گشتند. پس از 1 هفته آمدند تا نوزاد را ختنه نمایند و در نظر داشتند نام پدرش زکریا را بر او بگذارند. اما مادرش گفت: خیر، نام او باید یحیی باشد. آنها گفتند: اما در خاندان تو هیچ کس چنین نامی ندارد. و با اشاره از پدرش پرسیدند که تصمیم او درباره نام طفل چیست؟ او لوحی خواست و در برابر تعجب همگی نوشت: نام او یحیی است. ناگهان زبانش باز شد و به ستایش خدا پرداخت. تمام همسایگان ترسیدند و کلیه این اخبار در سرتاسر کوهستان‌های یهودی انتشار یافت. همه کسانی که این موضوع را شنیدند درباره آن فکر می‌کردند و می‌گفتند: این کودک چه خواهد شد؟ در واقع دست خداوند با او است. پدر او زکریا از روح القدس پر شد و چنین نبوت کرد: خداوند خدای اسرائیل را سپاس باد، زیرا به یاری قوم خود آمده و آنان را رهایی داده است. از خاندان بنده خود داوود رهاننده نیرومندی برافراشته است. او از قدیم از زبان پیامبران مقدس خود وعده داد که ما را از دست دشمنانمان رهایی بخشد و از دست همه کسانی که از ما نفرت دارند آزاد سازد و با پدران ما به رحمت رفتار نماید و پیمان مقدس خود را به خاطر آورد. برای پدر ما ابراهیم سوگند یاد کرد که ما را از دست دشمنانمان نجات دهد و عنایت فرماید که او را بدون ترس با پاکی و نیکی تا زنده ایم عبادت نماییم. و تو ای فرزند پیامبر خدای متعال نامیده خواهی شد، زیرا جلوی قدمهای خداوند خواهی رفت تا راه او را آماده سازی و به قوم او خبر دهی که با آمرزش گناهانشان رستگار می شوند. زیرا از رحمت و دلسوزی خدای ماست که خورشید صبحگاهی از آسمان بر ما طلوع خواهد کرد تا بر کسانی که در تاریکی و در سایه مرگ به سر می‌برند بتابد و قدم‌های ما را به راه صلح و سلامتی هدایت فرماید. و اما طفل بزرگ می‌شد و در روح قوی می‌گشت و تا روزی که علناً به قوم اسرائیل ظاهر شد در بیابان به سر می برد.